تنتون سالم باشه انشالله، لبتون خندون. هم وطن عزیزم، همراهان سلام صبح بخیر و شبکه سه سیما، دیوار تصویریمون نشون میده که میخوایم بریم سراغ چه بخشی. یه گفتگو انجام گرفته با محسن ربیخا، بازیکن شایسته و با تعصب پرسپولیس. ما قصد داشتیم حضوری خدمتش باشیم اینجا، اما چون تمرینات پرسپولیس صبح برگزار میشه و کریم باقری مربی موقت و دلسوز این تیم و این باشگاه خیلی تاکید داره که بازیکن‌ها حتما تو تمرینات صبح حاضر باشن و منظم شرکت کنن، دوربین ما رفته سراغ محسن ربیخا. گفتگوی خیلی خوبی انجام گرفته، از زوایای پنهان زندگیش صحبتایی به میون اومده که تا حالا شاید مطرح نشده بود و از گذشته گفته، از مسیر سختی که پشت سر گذاشته، از انتقاداتی که ازش میشد، راجع به بقیه بازیکن‌ها نظر داده و خیلی فکر کنم که بخش خاصی باشه که لذتش رو ببرید، به ویژه هواداری پرسپولیس که کم تعدادم نیستن. بخش اولش رو با هم ببینیم و ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان برنامه سلام صبح. خیلی خوشحالیم که یک روز دیگه در خدمت شما هستیم. امروز یک مهمون خیلی عزیز کنار من نشسته، محسن ربیخا، هافبک دفاعی باشگاه پرسپولیس. سلام محسن جان، خیلی خوش اومدی به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه مردم خوب از کشور. آقا محسن، چه خبر از پرسپولیس؟ صد نشینی؟ خب خدا رو شکر با تمام سختی که اول فصل بود تونستیم پایان نیم فصل رو خیلی خوب تمام کنیم و خدا رو شکر میکنیم همه چه خوبه. ببین، یه روزایی وضعیت پرسپولیس یه مقدار پیچیده شده بود و نتیجه نمیگرفت. خودت فکر میکردی که در پایان نیم فصل بتونی صد نشین شی؟ بله، خب اینکه اگه بخوای امید نداشته باشی که اصلا نمیشه کار کرد. بالاخره ما تیم بودیم، ما بچه‌هایی بودیم که سه سال پشت سر هم قهرمان شده بودیم تو ایران و روزای سخت خیلی دیده بودیم و به این فکر میکردیم که آخر نیم فصل بتونیم به اینجا برسیم و هنوزم کار ما تمام نشده. امیدوار هستیم که بتونیم همجوری ادامه بدیم این روند و تا ایشالله بتونیم خوشحالی خوبی تو آخر فصل داشته باشیم. ببین، وقتی استقلال خوب بازی میکرد توی نیم فصل اول، انگار یک فشاری روی پرسپولیس هم وجود داشت. حتی علی آقا پروین هم یه مسابقه کردن و گفتن که استقلال خیلی زیباتر از پرسپولیس بازی میکنه. واقعا این رو شما فشار آورد؟ این صحبت که شما دارید میکنید، این دقیقا تو مقطعی بود که ما یه چند تا باخت داده بودیم و یه ذره شرایطمون خوب نبود و تو مقطع هم استقلال داشت خوب کار میکرد و ناخودآگاه بالاخره هوادارا انتظارا بالاست. هوادارا انتظار دارن که بالاخره جلوی تیم رقیب، جلوی هوادار رقیب بخوان کری بخونن، اینا بالاخره یه ذره فشار میاره به ما. ولی خب ما ایمان داشتیم به کاری که داشتیم انجام میدادیم و تلاشمون رو تو اون مقطع خیلی بیشتر کردیم و خدا شکر تونستیم نتیجه شون بگیریم. ببین، وقتی آقای برانکو از پرسپولیس رفت و آقای کالدرون اومد، بعضیا میگفتن که محسن ربیخا دیگه تو ترکیب پرسپولیس قرار نمیگیره، ولی الان توی ترکیب تیم آقای کالدرون هم بازی میکنیم. در مورد اینم صحبت کن، اون انتقادی که حالا بعضا بهت میشد. والا اینا از جای شروع شد که من اومدم تو پرسپولیس، بالاخره یه سری تبلیغات منفی رو من شد، یه سری تبلیغات منفی علیه من شد که مثلا این خوب نیست. حالا اون تو رسانه، تو مطبوعات، یعنی بعضی دوست نداشتن که تو آره تقریبا آره. حالا نمیخوام زیاد بازش بکنم، اگه بخوام باز بکنم خیلی چیزا رو میتونم بگم، ولی خب نمیخوام چیز بکنم چون کلا از حاشیه بدم میاد، کلا حاشیه رو دوست ندارم، نمیخوام اصلا وارد حاشیه بشم. و ببین، آقای برانکو یا آقای کالرون فامیل من نیستن که، خارجی ان، اصلا از یه کشور دیگه اومدن. من تنها کاری که کردم این بود که تو تمرینات بتونم اون چیزی که مربی میخواد انجام بدم، بتونم با تمام توانم تمرین بکنم، بازی بکنم و اون دیگه دست سرمربی تیم هستش که کیو بخواد بذاره یا کیو نخواد تو ارنج بذاره. شاید یه روز تو واقعا آماده باشی ولی مربی صلاح بدونه که تو اصلا ترکیب نباشی. اینا رو باید بپذیریم و من فکر می‌کنم زمان این دو مربی، من تمام تلاشم این بوده که بتونم خواستای این دو مربی انجام بدم و فکر می‌کنم تا حدودی هم تونستم، حالا نه 100%، ولی خب تا اونجایی که در توانم بوده تونستم. ببین، واکنشت به یه سری از انتقادا فکر کنم دقیقا دوری کردن از این فضای حاشیه بود. مثلا یادمه که پارسال که انتقاد میشد، یه سری انتقادا میشد، یادم یه مصاحبه کردی و گفتی آقا من میرم تو زمین تا بتونم فقط توقعات هوادار آقای برانکو رو برآورده کنم. من دیدم که فردش مثلا رسانه ها زده بودن که پاسخ محسن ربیخا به هوادارای مثلا پرسپولیس با یه چنین جوابی، نمیدونم این مثلا واقعا جواب دادن به هواداری پرسپولیس بود یا اینکه نه اصلا اینجوری نیست.
هوادارا میخوان که تیمشون برنده باشه و از بازیکن‌ها و مربی تیم همیشه حمایت کردن، همیشه هم منم حمایت کردن. این چیزی که میگید من صحبتم با کسای دیگه بود. هوادارا میدونن، هوادارا من همیشه بهشون احترام گذاشتم. کسایی که دوست نداشتن این تیم نتیجه بگیره، من صحبتم با اونا بود. وقتی یه مربی استراتژی داره، شما باید طبق اون استراتژی بری جلو، بازیکن تیم که هستی. و ما سعی می‌کنیم خواستای مربی رو انجام بدیم. و من وقتی خواستای مربی رو انجام بدم، اون چیزی که مربی من می‌خواد و انجام بدم، مربی راضی باشه دیگه برام مهم نیستش که رسانه راضیه، این خبرنگار راضیه یا اون خبرنگار. واسه من اینا مهم اینه که مربی راضی باشه. چون وقتی مربی راضیه یعنی تو داری عمل داری خوب کارتو انجام میدی و بچه‌ها وقتی همه خوب کارشون انجام هم این باعث میشه که تیم موفق باشه و هوادارم خوشحال میشه. من منظورم این بود، منظورم این نبود که مثلا بخوام خدای نکرده کسی بی احترامی بکنم. سعید اکبری نازنین رفته این گفتگو رو با محسن ربیخا انجام داده که پروپیمونه، هنوزم بخشی ازش باقی مونده. بهار ربیخا زمانی که برانکو سرمربی پرسپولیس بود، خب اصولا ترکیب ثابت بود، محبوبیت خاصی هم داشت، هنوزش هم داره، ولی تو این گفتگو هم گفتم نکاتی رو گفته که خیلی میتونه جذاب باشه. تو بخش دومش راجع به قول قهرمانی صحبت میکنه، اینکه بازم برای چهارمین بار پیاپی پرسپولیس رو باید قهرمان بدونیم یا نه و انگیزه بازیکناش در چه حدی هست. محسن بهمون میگه که تو اردوی پرسپولیس چه خبره. تو ادامش خیلی‌ها میگن که مثلا یه نیروی وجود داره که نذارن پرسپولیس دوباره قهرمان بشه. حالا هوادارهای پرسپولیس از این دید به قضیه بعضیاشون نگاه میکنن که ممکنه حالا دستایی باشه که نخواسته باشه دوباره بذاره دست بالاتر رو قرمزا داشته باشن تو لیگمون، ولی محسن ربیخا تو این زمین هم اظهار نظر میکنه. آخرش میرسیم دوباره رفتن مثلا به فینال آسیا، حیف شد واقعا پرسا، یعنی پرسپولیس یه نفس دیگه کم آورد فقط برای اینکه پادشاهی آسیا رو برای خودش رقم بزنه، هرچند الانش هم واقعا قرمزای ایران زمین جز افتخارات این قاره محسوب میشن با هوادارهای ملینیشون مثل استقلال که به هر حال وزنه محسوب میشه. بنابراین رفتن دوباره به فینال آسیا رو هم از محسن سوال کرده سعید اکبری عزیز که ربیخا راجبش توضیح میده. بخش دوم این گفتگو پیش روی شما از سلام صبح بخیر در بخش سکنج. این که حالا اشاره کردید در مورد اینکه بعضیا دوست نداشتن پرسپولیس نچه بگیره، اخیرا به ایران منم یه مسابقه کرد و گفتش که بعضیا نمیخوان پرسپولیس نتیجه بگیره. آقای انصاری فرام همینطور. واقعا این بعضیا کی هستن و خودتون احساس میکنین که یه عده دوست ندارن پرسپولیس قهرمان شه؟ ببینید حالا چون تو استقلال هم دقیقاً استقلالی هم همین حرفا رو میزنن. خب حالا شاید اونا واسه خودشون دلایل خودشون داشته باشن، ولی دلایل ما اینه که شما نگاه کنید، شما تو هر زمینه ای، تو هر شغلی، تو هر کاری وقتی چند سال پیاپی موفق میشی، ناخودآگاه یه سری دشمن برای خودت درست میکنی، یعنی یه سری دوست ندارن موفقیت تو رو ببینن. و ما وقتی 3 سال پشت سر هم اومدیم قهرمان لیگ شدیم و سوپر جام جام حذفی، فینال آسیا، ولی ناخودآگاه یه سری ها براشون سخته که مثلا میبینن آقا این تیم داره اینقدر خوب نتیجه میگیره و دوست ندارن. اینا میان نمیدونم چجوری بگم، یه جوری با هم متحد میشن، دوست دارن که مثلا آقا هرجوری شده ما این تیم رو بزنیم زمین. چرا این تیم مثلا بعد تو همه شغلا هم اینجوری هست، حالا شاید واسه خود شما هم اتفاق افتاده باشه. منظور ما اینه، میگم که حالا نمیتونیم بازش بکنیم و نمیخوایم هم بازش بکنیم، ولی نمیخوان دیگه حالا، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم مثل سالهای قبل که باز نمیخواستن و ما قهرمان شدیم. امسال هم همین هستش و امسال تلاشمون رو بیشتر میکنیم که انشالله بتونیم آخر فصل یه هدیه خوب به هوادارامون بدیم. پس فکر میکنم که این در واقع حسیه که اکثر بچه های تیم دارن، درسته؟ تقریبا میشه گفت بله. در موردش صحبت هم میکنیم؟ صحبت میکنیم که بیشتر سعی میکنیم به همدیگه انگیزه بدیم و صحبت های انگیزشی میکنیم. مثلا آقا جلال، آقای حسینی واقعا خیلی خوب این صحبت ها رو انجام میده و واقعا وجودشون فکر میکنم تو تیم ما یه نعمت. ببین تو حرفات گفتی که امیدوارین یک هدیه خیلی خوب به هواداری پرسپولیس در پایان فصل بدین، اون هدیه چی است؟ لیگ برتر یا اینکه نمیخواین تو آسیا مثلا مقامی کسب کنین؟ نه اول که قهرمانی لیگ، چون تو هر کشوری هر تیمی مهمترین چیز برای اون تیم اول لیگ کشور خودشه، قهرمانی تو لیگ کشور خودش. اول ان شاءالله لیگ کشور خودمون، بعد ان شاءالله جام حذفی، ان شاءالله اگه خدا بخواد توی آسیا هم بتونیم موفق باشیم. ولی منظورم از هدیه لیگ بود. ببین شما یک بار رفتین فینال آسیا و نتونستین قهرمان شین،
فکر میکنی که برای دومین بار این اتفاق بیفته و بتونه به عنوان قهرمانی برسیم؟ به هر حال ما داریم تلاش میکنیم. ما اون موقع هم که رفتیم فینال آسیا زیاد شرطیمون از نظر بازیکن‌ها خوب نبود، محروم بودیم از پنجره نقل انتقالاتی و یه سری بازیکن، حالا خود من توی مقطع مصدوم بودم، بعد آقای معینی مصدوم شد، محمد انصاری هم که حالا تو فینال مصدوم شد، میگم کلا 13 14 تا بازیکن بیشتر، البته بازیکن بودن بازیکن جوان ولی بازیکن با تجربه 13 14 نفر بودن که تجربه مثلا آسیا بازی کردن و تو لیگ بازی کردن داشته باشن و این یه ذره کار ما رو سخت کرده بود. بچه‌ها همه مدن تو لیگ بازی می‌کردن، هم جام حذفی هم توی آسیا، این خیلی کار ما رو سخت کرده بود و اون سال هم خیلی تلاش کردیم تونستیم به فینال برسیم ولی خب متاسفانه نتونستیم قهرمانی به دست بیاریم، ولی خب امسال فکر می‌کنم بتونیم تو آسیا هم مدعی باشیم و تلاش می‌کنیم که ایشالا ببینیم چی پیش میاد. آقای برانکو در ارتباط هستی؟ من نه. کلا وقتی که ایشون از پرسپولیس رفت کلا ارتباطتون قطع شد دیگه؟ آره، خب من کلا آدم زیاد چیزی نیستم، کلا روابط عمومی یه ذره ضعیف هستش. چرا؟ نمیدونم، حالا یه ذره روابط عمومی ضعیف. تو تیم هم همیشه انقدر آروم و ساکتی؟ آره، زیاد اهل چیز نیستم. بازیکنایی که میان تو پرسپولیس همشون شلوغن، حالا تو استقلال هم همینجوریه و فکر کنم تو یه آدم متفاوت‌تر نسبت به نه بچه‌ها هستم، مثلا دور هم باشیم شوخی می‌کنیم میگیم می‌خندیم، ولی کلا آدم این که زیاد شلوغ کن و اینا باشم نه. ببین یکم در مورد این جوی صحبت کردی که حالا بین یک سری معدود هوادار هست، یه سری کانال هواداری هم هست، اینا چقدر شما رو اذیت می‌کنه؟ آیا مثلا تا حالا برای خودت اتفاق افتاده که حالا مثلا شماره تو پخش کنن یا اتفاق مشابه این برات بیفته؟ والا من خودم اصلا زیاد توجه ندارم چون اصلا زیاد با تلفن همراه زیاد رابطه هم خوب نیست. آخه فوتبالیست ها میگم مثلا معمولا تو اردو که میشینن همه گوشی دستشون. من اونجوری نیستم، برخلاف اینه که میگید من اصلا دوست ندارم، یعنی کلا از صفحه مجازی و بیشتر سعی میکنم تو خونه با دخترم بازی بکنم یا بیکاریمو مثلا بشینم سریال نگاه کنم اونجور چیزا، فیلم ببینم. با انتقاد کلا سخت کنار میای یا راحت کنار میای؟ راحت کنار میام، خیلی راحت کنار میام. یعنی مثلا یه نفر انتقاد باشه تخریب نباشه؟ از تو بیشتر انتقاد بوده تو این مدل یا تخریب بوده؟ فکر میکنم انتقاد بوده و تخریبم هر دوش با هم بوده. چه چیزی بوده یا چه مطلبی بوده که بیشتر از همه اذیتت کرده تو این سالی که تو پرسپولیس هستی؟ والا میگم انقدر بهش اهمیت نمیدم الانم یادم نمیاد چیه. خیلی بهش کلا فکر نمیکنم. آره فکر نمیکنم، اهمیت نمیدم. مثلا تا حالا برات اتفاق افتاده که خستشی و بگی مثلا من از پرسپولیس میرم؟ شاید مثلا برای خیلی از بازیکن استقلال پرسپولیس این اتفاق افتاده. نه، تا حالا اتفاق برام نیفتاده. چون اصلا من از بچگی عادت کردم به سخت کوش بودن، عادت کردم به کار کردن و با سختی مواجه شدم. یعنی کلا آدمی هستی که مبارزه میکنه، درسته؟ آره دقیقاً، آدمی هستم که دوست ندارم زود کنار بکشم. مثلا کسی برات الگوه؟ شاید مثلا خیلی‌ها بگن آقا مثلا تو خانواده، خب ما از خانواده بودیم. آره برادرام که خب همه فوتبالی بودن، مثلا کلا یه خانواده هستیم که همه کارگر بودن، پدرم، برادرام، خودم حتی. یعنی خودت کارگری هم کردی؟ آره کارگری کردم. میتونم بپرسم که چه کار میکردی؟ خب زیاد بود، حالا باغبونی کردم مثلا، بعد تو خدماتی کار کردم، کار خدماتی مثلا تو مجالس های عروسی و نمیدونم تو تالارا و اینا، خیلی کار زیاد کردم. آره خیلی جالب، اینم بگم واقعا خیلی از فوتبالیستا واقعا همین شکلی بوده، اینکه یاد گرفتن که بیان مبارزه کنن و تلاش کنن. اینم خیلی خوبه که تو از به قول معروف از یک جایی شروع کردی و الان 100% توی جایگاهی هم که هستی قدرشو بکنم خیلی بدونی، درسته؟ آره خب قطعا قدرش میدونم، چون میدونم خیلی سختی کشتم تا به اینجا برسم و خیلی هم هستن که دوست دارم به یه همچین جایی برسن و اینو نباید آسون از دستش داد یا به قول شما نباید زود کنار کشید و برای اینکه تو این جایگاه هم بمونم، حالا بالاخره که بعد یه روز تموم بشه، بالاخره فوتبالمون تموم شد، ولی تلاش میکنم که تا اونجایی که بتونم بندازمش عقب تموم شدن. ببین خیلی ها هستن، خب شاید شرایط تو رو تو جوونی داشتن و خیلی راحت دست از مبارزه میکشن، چه پیامی برای اونا داریم؟ این دیگه بستگی به خودشون داره دیگه، تا چه حدی میتونن دووم بیارن جلوی این سختی ها. ولی من تنها
پیشنهادی که میتونم بهشون بکنم اینو حتی به بازیکنای جوان تیممونم همیشه میگم، یعنی ازشون بپرسید فکر کنم به تک تکشون یکی کشیدم کنار، گفتم که شما تمرینتون رو بکنید، خوب زندگی بکنید، سالم زندگی کنید و مهم نیستش اینجا بازی میکنید یا نمیکنید، مهم اینه که شما خیلی سالها میتونید فوتبال بازی بکنید و تلاش الانتون فقط برای امسال یا برای این هفته برای این ماه نیست، برای سال بعدتونه. شاید الان ثمرش رو نبینید ولی قطعا تو سال بعد، حالا دو سال بعد، سه سال بعد ثمرش رو میبینید. همونجوری که خود من دیدم، من تو 29 سالگی اومدم پرسپولیس، تو 28 سالگی. آره، من خیلی هم میگفتم بابا خیلی دیر اومدی. آره خب اینا ثمره تلاش من بوده تو سالهای گذشتهش، یعنی اگه من سالهای گذشته مثلا جایی بودم یا لیگ یک بودم یا تیمای دیگه بودم، اگه مثلا شل تعیین میکردم یا مثلا به قول شما میکشیدم کنار، قطعا الان اینجا نبودم. درسته. بعد توی بازی نساجی برای اولین بار اخراج شدی توی پرسپولیس. اولین بار اخراج شدی کلا تو فوتبال دیگه، اینکه نه تو پرسپولیس. نه، یه بارم 10 سال پیش بود تو لیگ یک بازی میکردم. آخه هافک های دفاعی معمولا زیاد اخراج میشن از زمین بازی. یه حرکت دیگه ببینید نظر داور چیه، میره با کارت زرد به استقبال بازیکن خطاکار و کارت قرمز بعد از کارت زرد دوم، حالا برای ربیخا کارت قرمز صادر میشه و از بازی بیرون. من سعی میکنم یه جوری جایگیری کنم که زیاد درگیری نرم، حالا دیالوگ تخصصی حالا توضیح نمیدم. آره اخراج شدم. آره خب چون اخراجم درست بود، خطای اولی که از عمد زدم چون ضد حمله داشتیم میخوردیم، از عمد زدم که بازی بخوابه، یه خطای کاملا فنی بود. و خطای دومم از عمد نزدم، یعنی نمیخواستم بزنم، مطمئن بودم که توپ. ولی بد زدی. آره بد زدم، مطمئن بودم توپو میگیرم، خیلی مطمئن بودم، ولی خب بازیکن حریف یه ذره تیز و بز بود. آره سرعتی بود، یه نوک پا زودتر هم رسی توپ زد، دیگه من مجبور شدم بزنمش. ببین با این شناختی که از تو داری مطمئنم که بعد از بازی رفتی از اون بازیکن هم عذرخواهی کردی. من همونجا هم حالا می‌خواستم البته چیز نشه، ولی یه دستی کشیدم سرش که یعنی معذرت خواهی کردم، ولی خب از دلش چجوری در بیاد. آره فوتبال دیگه، حالا برخوردم هستش. معمولا بازیکنایی که افک دفاعی بازی میکنن 6 4 یا 5 میپوشن، تو چرا شماره 18 رو انتخاب کردی؟ من حالا زیاد اصلا مهم نبود برام، چون روز اولی که اومدم تو پرسپولیس حالا شماره‌هایی که بود مثلا شماره زیاد، ولی خب من محمود خان خردبین دلمونم براش خیلی تنگ شده، ازم پرسید این شماره چند تا شماره رو کدوم میخوای؟ منم گفتم 18، چون قبلا برادرم توی پاس 18 میپوشی، پاس تهران دیگه، گفتم شماره 18 رو بردارم. الان برادرها فوتبال بازی میکنن یا اینکه؟ نه من کوچیکم دیگه، حالا دیونم بازی کنم. اونم همه خدافظی کردن ها. آره خیلی وقت. خیلی نقش داشتن رو اینکه بیای فوتبالیست شی؟ نقششون از این بابت بود که بهم انگیزه میدادن، یعنی میدیدمشون الگو بودن دیگه، بالاخره برادر بزرگتر بودن، نقششون اینجوری بود که دوست داشتم راهی که اینا دارن میرن منم برم، و یعنی اینکه مثلا بگن آقا برو فلانجا مثلا من معرفیت میکنم فلانجا، اینا نه، هیچ نقشی نداشتن اینجوری. فقط من فکر میکنم 7 سالم بود، برادر بزرگم آقا فرهاد منو برد مدرسه فوتبال ثبت نام کرد، دیگه همین دیگه کلا همین بود دیگه، کلا مونده بود دیگه، بقیهش از اونجا بعدش دیگه خودم اومدم. یعنی تو 7 سالگی فقط من ثبت نام مدرسه فوتبال کرد، دیگه بعد از اون دیگه خودم اومدم. یعنی مثلا اینجوری نبوده که تو پارتی بازی اینا برات بشه؟ اصلا من هر جا میگم اصلا، چون خودشون فوتبالی بودن، خودشون سختی کشیده بودن، دوست داشتن منم این راهو، الان منم برای برادرزادم همین کارو دارم میکنم، اونم بازی میکنه؟ بازی میکنه، ولی خب من اصلا هیچ کاری براش نمیکنم، میام هر جا میخوای بری خودت تلاش کن، خودت زحمت بکش، اگه خوب باشی میرسی. بعد اینجوری شده که مثلا تو خونه ازت انتقاد کنن بگم محسن بابا چرا تو این بازی اینجوری کردی؟ آره چرا اون خیلی حرکت خیلی اینجوری میشه. بالاخره من سعی میکنم از برادرام مشورت بگیرم، مخصوصا آقا فرهاد که خودشون الان بالاخره کلاس مربیگری اینا رفتن، بالاخره دید اونا با دید ما بازیکن‌ها فرق میکنه، سعی میکنم ازشون مشورت بگیرم و جایی هم که خودشون بدونن لازمه بهم میگن که مثلا این کار اشتباه بود یا این کار بکنی بهتر. یه سوالم ازت بپرسم، این حالا بیشتر تو فضای مجازی من دیدم یه سری شوخی میکنن، میگن اگه آقای برانکو سرمربی تیم ملی شه محسن برمیگرده و
به تیم ملی دعوت میشه و حتی تو ترکیب ثابت آقای برانکو قرار میگیره. تو تیمم میدونم که این شوخی رو باید میکنن، درسته؟ بله میشنوم. آره بعضیا میگن حالا به شوخی، مثلا شجار هم همینو میگن، میگن آقا اگه آقای برانکو بیاد شجاع 100% دعوت میشه تیم ملی. خب آیش خلیزاده که واقعا الان حقش هست یعنی تیم ملی باشه، حالا تو دورهای قبلی هم تو این چند سالی که تو پرسپولیس واقعا داره فوق‌العاده کار میکنه و من نمیدونم چرا دعوتش هم نکردن تو این چند سال، حالا نمیدونم سر چی بوده. بعضی میگن انگار یه لیست سیاهی هست که حالا نمیدونم، این دیگه ما وارد نمیشیم بهش، ولی واقعا فوتبالیست قابلیه، توانمنده، واقعا فکر میکنم حقش هست که حداقلش دعوت بکنن تیم ملی. در رابطه خودم هم این شوخی ها رو میکنم، ولی نه من فکر میکنم اینجوری نیست. حالا من سنم یه مقدار رفته بالا و... جا تو میدی به جوونه؟ نه اینجوری نیست. خب همپوستی‌های خوبی هم دارم تو تیم ملی و خودم دوست دارم دعوت بشم، ولی اینکه میگن آقای برانکو بیاد نه اینجوری نیستش. میگم قبلا هم گفتم سرمربی هر تیمی که باشی اولین چیزی که به فکرت میرسه اینه که به فکر آبروی خودت هستی، یعنی دوست نداری به خاطر خواسته‌هایی که خودت داری بخوای حالا یه سری چیزا رو زیر سوال ببری. و قطعا آقای برانکو هم اگه بشه سرمربی تیم ملی قطعا اولین هدفش اینه که بتونه موفقیت ایجاد کنه برای فوتبال کشورمون و سعی میکنه کسایی رو دعوت کنه که بتونن بهش کمک بکنن. یه سوالم در مورد بیرانوند بپرسم. توی نیمفس خیلی شایع و در واقع حاشیه را افتاد برای علیرضا اینکه نمیدونم دعوا شده، قهر کرده، میخواد بره. اینطوری بود واقعا؟ نه اینجوری نبود. و اول اینکه این اصلا تو هوته تو هیته وظیفه من نیستش که بخوام ورود کنم بهش. و فقط در مورد علیرضا بهرائنی میتونم بگم که واقعا گلر خوبیه، الان همه میدونن، همه هم قبول دارن این حرف منه که گلر یک آسیاه و ما هم بهش نیاز داریم. الان بالاخره تو ماه آینده هم باید برای آسیا بجنگیم، هم برای لیگ، و امیدوار هستیم که ایشالله تو بعد از تعطیلات که تامینا شروع میشه علیرضا با قدرت بیاد سر تامینا، چون واقعا بهش نیاز داره. خب محسن جان خیلی ممنون که وقت تو در اختیار ما قرار دادی. اگه در پایان صحبتی با بیننده‌های برنامه داری؟ ممنون. منم از شما تشکر میکنم که قابل دونستید بنده رو و همین دیگه. امیدوارم مردم عزیزمونم همیشه سلامت باشن و آرزوی توفیق دارم. صحبتی با هواداری پرسپولیس داری برای این فصل دوم؟ صحبت که آره صحبت زیاده، ولی خب یه کوچولو بگم که فقط ما به حمایتشون خیلی نیاز داریم تو این فصل دوم. خیلی ممنون که وقت در اختیار ما قرار دادید. ممنون حسین جان. خواهش می‌کنم.